سلام علیکم بینندگان گرامی یزدا تی وی. امروز دوشنبه 7 مارت است. در استودیو با شما هستم فیروزی حید. در برنامه خبری امروز چنین موضوع را داریم، اینک توجه کنید. تبریک و تاکیدهای امام علی رحمان به زنان. قتل بی‌رحمانه جوان دختر تاجیک از سوی تاجیکان. باز نرخ بنزین و گاز در تاجیکستان گران شد. ملاقات وزیران خارجی اوکراین و روسیه در ترکیه. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به مناسبت روز بانوان زنان و دختران کشور را تبریک کرده از آنها خواست که صرفه و سرشتکار باشند. امام علی در این تبریکات خود گفت که انسان در حیات خود در صورت با کامیابی و موفقیت و زندگی با برکت میسر میگردد که دای نیک مادر و پدر را گرفته با قدر رنج و زحمت والدین دل سوزی و غمخوری آنها و شیر سفید مادر رسیده باشد. پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که طبق دستور رهبری دولت با مقصد عملی نمودن هدفهای استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برنامه دولتی تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و بانوان بالایقد برای سالهای 2023-2030 تهیه شده ایستاده است. امام علی رحمان در آخر این پیامش تاکید کرد که وسعت گرفتن روند جهانی شوی ای هر یک آیله پیش از همه زنان و مادران محترم ما را وادار می سازد که برای تربیه کردن فرزندان سالم و با معرفت زباندان و دارای جهانبینی وسیع تلاش نمایند. در این پیام پرزیدنت تاجیکستان از مادران و خواهران کشور خواست که فرزندان خود را از تاثیر ناگوار اخلاق زشت، کردارهای ناشایان و سنت‌های فرهنگی بیگانه امین نگاه داشتن آنها کوشش نمایند. با پخش این پیام فعالان مدنی و کاربران رحمان را با آن متهم میکنند که گفته‌هایش با عملهایش موافق نیست. آنها میگویند رحمان در حال از مادران تاجیک اظهار افتخار و احترام میکند که بانوی تاجیک شایده محمد جانوه را بیگناه به خاطر سخنرانی های پسرش شیرزاد محمد جانوف معروف به عبدالرحمن 09 زندانی کرده است و مقامات حتی نمیگذارند نزدیکانش از حالش بخبر شوند. یک جوان دختر 20 ساله تاجیک در ناحیه سوولوشکی ولایت لنینگراد روسیه از جانب چند شهروند تاجیکستان بی‌رحمانه به قتل رسانده شده، چشمانش از سرش بیرون کرده شده است. به اطلاع اوبگرو، مقامات انتظامی ناحیه سوولوش روز 6 مارت با گمان دست داشتن در کشتار دختر 20 ساله تاجیک 3 شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. از بازداشت شدگان بختیار 47 ساله و پسر 27 ساله او حسنالدین و قدرت الله 25 ساله نام برده می شود. این دختر کشته شده دوست دختر حسنالدین گفته می شود. با گفته مفتیشان انگیزه کشتار رشک بوده است. حسنالدین فهمیده که دوست دخترش با پدرش رابطه محرمانه دارد، او را به قتل رسانده است. اما خود جوان با پدرش بختیار دعوای نداشته است. پلیس سوولوش میگوید پدر این جوان بختیار 47 ساله نیز شخصا در جای کشتار حضور داشته است. تفتیشان معین کرده است که 18 سپتامبر سال 2021 قدرت الله و حسنالدین دو شهروند تاجیکستان دختر را به دهه میاگلاوا برده در آنجا با تمسخر نوگ تپانچه تروماتیکی را به دهانش انداخته چند مرتبه تیر خالی کرده سپس با آهن به سرش زده کشتند. طور رسانه‌های روسی خبر می‌دهند هنگام پیدا کردن جسد جوان دختر تاجیک چشم نداشته است. هنوز معلوم نیست که این کاری نفران بازداشت شده است یا پرندگان. همچنین گفته می‌شود جاغ مرحوم شکسته، در گردنش آثار بوغی و در دستانش آثار ریسمان معلوم شده است. تا حال نظری بازداشتگان و نزدیکان آنها و اینچنین از کدام ناحیه تاجیکستان بودنشان دسترسی رسانه‌ها نیست. در تاجیکستان نرخ بنزین، گاز و سوزیشواری دیزلی دوباره گران شد. به نوشته رسانه‌ها بالاروی قیمت بنزین، گاز و دیزل در نقطه‌های فروش سوزیشواری در جمهوری مخصوصا در ولایت سوخت مشاهده می‌شود. بنا به اطلاع شرکت‌های سوزیشواری سوخت، حالا ارزش 1 لیتر بنزین A92 10.70 درهم، A95 11.20 درهم، سوزیشواری دیزلی 10.90 درهم و گاز مایع 6.30 درهم می‌باشد. در قیاس با نرخ یک هفته پیش سوزیشواری 20-40 درهم گران شده، افزایش نرخ ها در دیگر مناطق تاجیکستان از جمله در دوشنبه و ولایت ختلان نیز مشاهده می شود.
در پایتخت قیمت بنزین ای 92 10.80 درهم، ای 95 11.40 درهم، سوزش بوری دیزلی 11 سومونی و گاز مایع نیز تا 6.40 درهم بالا رفته است. باید گفت که چند روز پیش بنزین وابسته به نویان از 10.40 درهم تا 10.90 درهم فروخته میشد. سوزش بوری دیزلی 10.60 درهم و گاز مایع 6.20 درهم ارزش داشت. نمایندگان رسمی شرکت های سوزشواری تا حال سبب تغییر نرخ را شرح ندادند، اما تحلیلگران تغییر نرخ را به تحریم های غرب علیه روسیه پس از حمله به اوکراین ربط می دهند. قرار است روز پنجشنبه 10 مارس وزیران کارهای خارجه اوکراین دمیتری کولیبا با همتای روسش سرگی لاوروف در انتالیای ترکیه ملاقات کنند. واخوری قریب الوقوع وزیران خارجه روسیه و اوکراین را وزیر کارهای خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو در صفحه تویترش تصدیق کرده است. این نشست سه جانبه ترکیه، روسیه و اوکراین را لحظه پیش مسکو نیز تایید کرد. آقای چاوشاغلو ضمن اعلام این خبر در تویترش نوشت: در پی اقدامات رئیس جمهور و تلاش های دیپلماتی ما، وزیران خارجه روسیه سرگی لاوروف و اوکراین دمیتری کولیبا تصمیم گرفتند که در نشست دیپلماتی انتالیا با حضور من شرکت کنند. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر رو میتوانید از سامانه ما از دن نقطه تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه های دیگر. خدا نگهدار.